همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه نگار که از لندن همراه من هست. خوش آمدید آقای برزگر به این گفتگو. آقای روحانی امروز در جلسه هیئت دولت تقصیر گرانی ها را گردن دو تا چیز انداخت، تحریم ها و دلالان. به مسئله دلال ها خواهیم پرداخت، اما در مورد تحریم ها، اگر گرانی ها در واقع مقصرش تحریم ها هستن، مقصر تحریم ها کیه؟ چرا کاری براش انجام نمیشه؟ بله، این در واقع سوال درست همین هستش که رهبران جمهوری اسلامی همیشه از اون تفره میرن و در واقع صورت مسئله رو تغییر میدن تا به جواب دلخواه خودشون برسن. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی مسبب اصلی وضعیتی است که مردم ایران امروز در اون گرفتار هستن. این تنگناهای اقتصادی و معیشتی نتیجه 40 سال سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است. در واقع جمهوری اسلامی است که با جهان به نوعی به سر جنگ و دعوا داره و حاضر نیست هم به قواعد بازی بده، همونطور که در داخل هم در واقع رعایت نمیکنه و یک در واقع سیستم از بالا به پایین رو اجرا میکنه، سرکوب میکنه. در عرصه جهانی هم عملا فعالیت هایی که انجام میده، حالا از فعالیت های هستی گرفته تا سیاست های منطقه‌ای، برنامه های نظامی، مجموعی اقداماتی که انجام میده در واقع کشورهای دیگر رو به این سمت سوق داده که چنین تحریم هایی رو اعمال بکنن. و فقط هم آمریکا نبوده، به هر حال شورای امنیت سازمان ملل هم تحریم هایی رو اعمال کرده، اروپا هم تحریم ها رو اعمال کرده و این هم جدید نیستن، حالا شدیدتر شدن به دلیل اینکه اقدامات جمهوری اسلامی در واقع تهاجمی تر شده و میزان این تحریم ها هم افزایش پیدا کرده. بنابراین بدون هیچ تردیدی این مسئولیت مستقیم جمهوری اسلامی است و این رو نمیشه به گردن کشورهای دیگه، آمریکا یا اروپا یا هر جای دیگه انداخت که اونها هستن که در واقع با اعمال تحریم ها این وضعیت رو به وجود آوردن. این جمهوری اسلامی است که در واقع شرایط رو به این مرحله رسونده. خب آقای برزگر، این رو اگر بخوایم بگیم تاثیر خارجی از نظر آقای روحانی بر قیمت ها در داخل، در داخل هم دارن میگن دلال ها مقصرن. این دلال ها کی هستن؟ چطوری میتونن تا این اندازه رو بازار تاثیر بذارن، اینقدر قیمت ها رو جابجا بکنن؟ بعد در موارد دیگه ما دیدیم که اومدن مثلا قیمت سکه بود، هر چی بود، گفتن یه نفر رو گرفتیم اعدام کردیم و از این جور مسائل. الان اولا این دلال ها رو از نظر شما لطفا توضیح بدین چه کسانی هستن و اینکه خب بازم دولت حالا برای خارجی اگر نتونه کاری بکنه، سیاست ها در داخل چه وظیفه ای داره در این قبال؟ ببینید، اساسا جمهوری اسلامی حکومتی دلال پرور واقعا و خودش یعنی اساسا مبتنی بر اینه و دلال ها کسانی نیستن جز همون هایی که قدرت سیاسی رو در اختیار دارن. در ابعاد در واقع مداخله‌ای که این افراد در اقتصاد کشور میکنن به قدری وسیع و گسترده است که اساساً امکان این وجود نداره که در یک سیستم بسیع اقتصادی که همه امتیازها از آن دولت، شرکت‌های دولتی یا نهادهای حکومتی، اینطوری بگیم درست‌تره، مثل نهادهای زیر نظر رهبری یا سپاه پاسداران هست، اصولا شهروندان این توانایی و قابلیت رو ندارن که اگر مداخله هم بخوام بکنن در چنین ابعادی مداخله بکنن. این در واقع به ویژه بعد از تحریم ها و دور زدن تحریم ها خیلی خیلی روشن شد که دلال ها چه کسانی هستن. و البته آیت الله خامنه‌ای به صراحت این روش رو تایید کرد و این نوع دلالی و این نوع کارها رو به عنوان زرنگی و باهوش بودن از اون یاد کرد و ستایش کرد. به هر حال کسانی که به عنوان حالا سلاطین مختلف معرفی میشن، همونطور که شما اشاره کردید، حالا سلطان سکه یا احتمالاً این روزا سلطان مرغ هم باید دستگیر بشه، اینها واقعا تأثیر چشمگیری نمیتونن بر اقتصاد کشور داشته باشن. آقای برزگر، من نکته صحبت شما رو گرفتم. به مردم معمولی تو صحبتتون اشاره کردید، همونه که الان در واقع ویدیوهاشون داره منتشر میشه که در صف ایستادن، همونه که در صف ایستادن تکلیفشون چی؟ متاسفانه تکلیف اونها در واقع تا شرایط به طور بنیادین تغییر نکنه، یعنی این انحصار اقتصادی از بین نره، مداخله سپاه، نهادهای حکومتی، دامنه حضور و فعالیتشون در اقتصاد کم نشه، یا ما به در واقع به یک نوع بازار آزاد و دموکراسی نرسیم، متاسفانه این نوع مشکلات ادامه خواهد داشت. برای اینکه این نهادها در واقع به دنبال سود و منافع خودشون هستن، نه تامین منافع ملی و شهروندان. متشکرم از توضیحات شما، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن.